بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم. شما بیننده برنامه خانواده آگاه هستید. قبل از گفتگو و بحث با کارشناس محترم اجازه بدین تا یک سلام خوشپرسی با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانم برخی بزرگوار، بسیار بسیار خوش آمدیم به برنامه خودتون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی. انشاءالله که صحتمند باشید و بتوانیم مطالب صحیح را در برنامه خانواده آگاه در خدمت شما عرض برسانیم. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، حتما شما قسمت گذشته خانواده آگاه را دیدید و میدانید که موضوع برنامه بررسی مسائل حقوقی خانواده است. در قسمت گذشته برنامه که مطرح شد، مثل مسائل حقوقی خواستگاری و نامزادی بررسی شد و انشالله در این قسمت مسئله عقد نکاح و مسائل حقوقی مربوط به ازدواج انشالله بررسی خواهد شد. خانم بلخی بزرگوار در خدمت شما هستیم. اول از همه در مورد نکاح و عقد نکاح توضیح بدیم برای بینندگان عزیز و محترم که آیا شرایطی داره یا خیر. بسیار عالی. مقدمتا در خصوص اهمیت نکاح این عرض بکنم که اهمیت بسیاری دارد، چون که ما در آیه 21 سوره مبارکه روم داریم که و من آیاته ان جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. ازدواج به هدف و غرض سکونت و آرامش صورت میگیره. بله. اما در قانون یک سری شرایطی دارد عقد ازدواج. اولا که در ماده 70 بعد قانون مدنی و قانون احوال شخصیت چنین تعریف شده، نکاح عقدی است که بین طرفین صورت میگیره به هدف تشکیل فامیل و حقوق و تکالیفی را برای دو طرف مقرر میکنه. بله. این تعریف نکاح است. شرایطی دارد و موانعی. حالا اولا شرایط و سپس موانع نکاح خدمت بینندگان گرامی به عرض برسانم. یک شرط بدیهی اولی ای استش که همجنس نباشند، لذا ازدواجی که صورت میگیره دختر و پسر، مرد و زن طبق تعریف قانون مدنی. و چنانچه در ادامه، حتی در ادامه ازدواج تغییر جنسیت به تن یکی از طرفین، این ازدواج خیلی سریع باطل میشه. این نکته هست. دوما وجود اراده. اراده به معنای قصد و آهنگی نکاح تعریف شده، چنان که اراده اگر در بین طرفین در انگام انعقاد نکاح نباشد، او عقد بلافاصله باطل است. اصلا خانم بلخی بزرگوار، امکانش است که دو نفر قصد ازدواج داشته باشند و عقد نکاح را ببندند اما یک طرفش اراده نداشته باشد برای مسئله؟ دقیقا عقد به معنای توافق دو اراده است. یا تعریف عقد، از آنجا که نکاح یک عقد محسوب میشه، دو طرف همزمان باید اراده را داشته باشند و اگر یکی از طرفین اراده ایشان مختل باشه، او سامانه عقد کلا باطل هست. به چه معنا اراده مختل میشه؟ مثلا شخصی که در خواب است، آیا میتونه عقد منعقد بکنه؟ خیر. یا شخصی که مجنون است، بیهوش باشه، بیهوشی، مجنون بودن، یا شخصی که با هویت طرف مقابل برای او محرز نیست. مثلا من میخوام شخصی مثلا میخواد با آقای حسن ازدواج بکنه، اتفاقا آقای مقابل آقای حسین است، این ازدواج باطل است. آه. چرا که در هویت شخص مقابل خود دچار یک تردید کامل هست. از این جهت نبود اراده با در خصوص ازدواج با طرف مقابل خود باعث میشه که عقدشان باطل محسوب بشه. باز در همین میان یک سوال به ذهن از من رسید در مورد همین اراده، که معمولا به ویژه در خانواده های سنتی تر و به ویژه در زمان های قدیم این رقم بود که دختر در سن بسیار کم ازدواج میکرد و اتفاق می افتاد که نمیخواست که ازدواج کنه. برای دخترها بیشتر اتفاق می افتاد، نمیخواست، به هر دلیلی نمیخواست ازدواج کنه، اما چون پدر و مادر به سرش زور داشتن و صلاح می دیدن که به هر دلیل دختر از من با این فرد عروسی کنه، او را به زور به عقد او بچه در می آوردن. این دختر گرچه نه خواب بود، نه بیهوش بود، نه مجنون بود، اما به هیچ وجه قصد و اراده و آهنگ این عقد را نداشت. آیا چنین ازدواجی پس بنابرای چیزی که شما فرمودید باطل است؟
یک مسئله دیگه در بحث ازدواج در کنار اراده از رضا صحبت میکنه قانون. ازدواج دو بعد بود داره، بود ارادش که خدمتتون عرض کردم و بس رضایت. گاهن دختر در سر بالاخره صفه عقد مینشینه، قصد و آهنگ ایر داره، به هوش هست که من دارم عقد میکنم، اما رضایت نداره. این دو مسئله کاملا جدایه. در خصوص عدم رضا، قانون ما این صراحت داره که عقد غیر نافذ است. به طور کلی نظام حقوقی ایر داره که عقد غیر نافذ است وقتی که رضا نباشد. اما خب فقهای ما می جمله سیستانی میفهمند که رضای قلبی کافی است، لزومی ندارد که رضای خود اعلام بکنه. کما که بعضی ما دیدیم دختران در سر صفه عقد اشک میریزن یا ظاهرا چهره ترش میکنن یا از شرم و حیا چیزی بروز نمیدن که آیا من راضی هستم به ازدواج یا خیر. میفهمید که همین که در قلب خود راضی هست به ازدواج، حتی اگر در قلب راضی نباشد چی خانمه؟ اگر طور کلی راضی نباشد یه عقدشون عقد صحیح نیست، چون که وقتی رضایت کامل حتی در قلب یا در ظاهری وجود نداره یه ازدواج صحیح نیست. اما یک بحثی که ممکن است در ادامه در آینده بفهمی که ازدواج به سودی بوده، بله بله، اون موقع رضایتی بار میشه بر او عقد سابق و ازدواجشون صحیح میکنه. این نگرانی نیست که در به محض عقد دختر حالا نادان است، کوچک است، نمیفهمه و هر علتی، سپس در آینده چنان که رضایت خود حاصل بکنه بر ازدواج، یه رضایت بار میشه بر عقد سابق و ازدواجشان صحیح است. و اگر که مثلا 10 سال گذشته باشه، کدام دختر اولاد داشته باشه و یا کدام اتفاقای افتاده باشه در این 10 سالی که مثلا این دختر رضایت نداشته، بعد از 10 سال رضایت کسب کرده، پس کل شرایط این 10 سالی گذشته گرچه که رضایت نداشته، این همه بر اساس یک عقد صحیح حساب میشه؟ او چیزی که غالب است در بین مکاتب ما و بین فقها و بدنه قانون مدنی همیره احراز میکنیم ما ازش که رضایت بار میشه بعد او عقد سابق. بله بله، در خدمت شما هستم. زنده باشید. و مورد سوم بحث اظهار اراده است. حال دختر و پسر اراده را دانن، نمیشه که هم مقابل یکدیگر بشینن و بگن و در قلب خود بگن خب ما به عقد یکدیگر در آمدیم. این صحیح نیست، کما این که ما ازدواج معاتاتی را داریم. ازدواج معاتاتی احکام شرط خاص خود داره که انشاءالله در برنامه بعدی خدمت رو نرز میکنم آیا صحیح هست نیست و احکام خودش. لذا اظهار اراده خیلی مهم است. یعنی بالاخره طرف مقابل بدانه که این نفر آمده که عقد انجام بده. عرض کردم این احکام خود داره، ولی او اراده باید ظاهر بشه. نظریه قالب حقوق ای استش که اراده به ازدواج باید گفته بشه، بیان بشه. این مسئله حالا یا مکتوب و یا شفاهن. از ظاهر فرد اگر که چنین برداشت شده او کفایت نمیکنه. کفایت نمیکنه، چرا که دختری که اگر حیا و شرم بر او غالب است، باید که پدر خود یا یکی از اقوام خود وکیل بگیره و وکیل جواب مثبت اونجا بیان بکنه. بله. و بس اظهاراته خیلی مهم است. اما اظهاراته به چه صورت؟ معمولا ای که گفته میشه که اون لفظ باید عربی باشه، زوجت که و امثالهم، و یا که فعل ماضی و مضارع استفاده بشه، این خیلی مورد بحث بود یک مدتی طولانی بین مکاتب ما. ولی نظر غالب ای استش که بجز در تحریر الوسیله آمده که از نظر فقهی به لفظ احتیاط است که به لفظ عربی و ماضی گفته بشه. اما غالب علمای ما و روح قانون مدنی و حتی صراحتش این بیان میکنه که ای که به لفظ عربی باشه و به لفظ ماضی باشه لزومی نداره. اگر طرف لفظ عربی یا ندارن هیچ اجباری نیست. این اگر او صیغه عقد که ما احساس میکنیم بسیار مهم است و حقیقتا مهم هم است، چون نشان از اراده افراد برای ازدواج داره، اگر این صیغه عقد را به صورت لفظ عربی گفته نشود، به زبان فارسی بگه من قصد دارم که با تو ازدواج کنم، اون نفر هم بگه من قبول میکنم که با تو ازدواج کنم، کاملا کفایت میکنه برای که ازدواج چون صحیحه. ظهور اراده به همین صورته، مگر اینکه یک از طرفین گنگ باشه، یعنی توان بیان اراده نداره. این در چه صورتیه؟ اینه میگن چون که توانش نداره به صورت مکتوب اعلام میشه. اگر هم بی‌سواد باشه چی؟ اگر بی‌سواد باشه به هر حال یا میتونه صحبت بکنه یا نه، یک نحوی باید نشان بده که این ارادهش به هر حال باید ظهور و بروز داشته باشه، حتی از طریق وکیل. بعضن در افراد ممکن در دو منطقه کاملا جدا و دوری باشن، اینها میتونن وکیل بگیرن. در هر صورت امکانش
وجود دارد. درست است. یک میان برنامه کوتاه را بینندگان عزیز ببینیم و برگردیم. خب خانم بلخی بزرگوار، بحث در باب شرایط ازدواج است و در مورد شرایط ازدواج صحبت میفرمایید. در خدمت شما است. سلامت باشید. خب سه تا از شرایط نکاح بیان شد. شرط بعدی بحث سن هست. یک دختر یا یک بچه از چه سنی امکان ازدواج برایشان فراهم هست و قانون ما چه نظری دارد؟ چون ما میبینیم در عرف سلایق و نظرات مختلف است. بله، در جای جای کشور مختلف است از چه سنی ازدواج شروع بشه. خیلی وقتایی عرفی است، معلوم نمیشه. با توجه به جسه و فهم و عقل دختر و پسر متوجه میشیم. بله. اما چیزی که قانون بیان میکنه یک عدد خاص است. در قانون مدنی ما سن ازدواج برای دختر 16 و برای بچه 18 در نظر میگیرد. از این سن ای دو فرد خودشان رأساً میتونن که ازدواج بکنن حتی بدون اذن ولی، در صورتی که عاقل و رشید باشن، که در مطلب بعدی خدمت رو عرض میکنم. لذا سن قانونی برای ازدواج برای دختر 16 و برای پسر 18 هست و در قانون احوال شخصی التشیع هم همین ملاق قرار گرفته. حالا در قوانین دیگر، در نظام های دیگر داریم اعداد دیگری. بله. مثلا در قانون مدنی ایران داریم که 13 و 15، 13 برای دختر و 15 برای پسر، همون چیزی که در قانون مدنی ما هست 16 و 18 است. بله. اما خب قبل از او چه؟ سوال پیش میاد که اگر که یک دختر 15 ساله، دختر 14 ساله بخواد که ازدواج بکنه چه شرایطی دارد؟ دو شرط دارد. اولا اذن ولی لازم دارد. ولی حالا در مطلب بعدی عرض میکنیم ولی به چه کسی گفته میشه؟ و دو مصلحت او رعایت بشود. و چه کسی مصلحت میای تعیین میکنه؟ محکمه. محکمه است که میای میسنجه که آیا دختر در این سن تشکیل فامیل میتونه نمیتونه، به مصلحتش هست یا قراره که یک سری آسیب هایی ببینه. اگر که این دو شرط رعایت بشه در کمتر از 16 سال هم امکان دارد. کما اینکه در گذشته هم رایج بود، الان هم در برخی از مناطق است که گرچه ممکن عقد را از لحاظ در دولت و از لحاظ قانونی ثبت نکنن، اما به صورت شرعی عقد را انجام میدن در سن بسیار کمتر، از 9 سالگی 10 سال دختر و یا حتی کمتر ممکنه عقد انجام شود. ولی هیچ مانعی ندارد. در بس ضمانت اجرایی را عرض بکنم که حالا اگر یک دختر 12 ساله 14 ساله ازدواج کرد چی میشه؟ مثلا ازدواج رو باطل میکنن یا از هم جدا میکنن؟ خیر، ضمانت اجرای قانونی به این صورت ندارد. هیچ از علمای ما هم این را نگفته که این ازدواج شد باطل حرامه و هیچ. منتها اینطور گفته شده که او کسی که اینا رو عقد کرده، او عاقد یا او دفتردار یا او محضر، اینها مجازات میشن. آها، این نباید کار انجام بدن. ولی اگر بهتر است کار نکنن و اگر کردن انجام بعد او انجام شده دیگه و کاملا صحیح هست، صورت گرفته، کاملا صحیح است. اما یا او عاقد مجازات میشه. بعضا از نظریات حقوقی نه فقهی این را دارن که عقدشون غیر نافذ است، منتظر ای هستن که او ولی اذن مجدد بار بکنه و محکمه مصلحت سنجی بکنه. ای هم داریم. اما اون نظر غالب ای هستش که عقدشان صحیحه، اما ممکن است که عاقدشان دوچار به هر حال یه مجازات های صورت بگیره. بله. و یک سوال دیگه است که اگر که در سن پایین تر، مثلا نمیفهمم، در برخی از مناطق است که در سن 6، 5، 4 یا بالاتر از او 10، 9 دختر ازدواج میکنه یا بچه، هر کدام بشه، اگر که کدام اتفاق بیفته، اگر که مثلا طلاق اتفاق بیفته، جدای اتفاق بیفته یا مسائلی باشه که نیاز به بررسی های حقوقی باشه و نیاز به مراجعه حقوقی باشه، آیا طبق قوانین یک ازدواجی که بعد از سن مجاز اتفاق افتاده برخورد میشه با این نفرا؟ از آنجا که خواهی ازدواجشان عملا سن قانونی رو ندارن، اینجا ولی طرف است که از این دفاع میکنه. حتی ولی هستش که پاسخگوی محکمه و یا طرف مقابل هست، چرا که سن قانونی نداره، این رشیده محسوب نمیشه. قانون مدنی ما عاقله و رشیده محسوب نمیشه و حتی بچه هم همین قسم است.
لذا ولیی هستش که پاسخگوی مسائلی هست، پیگیر مسائل طلاق، حق و حقوق خود و طرف مقابلش هست که رسیدگی بکنه. بله درست، در خدمت شما هستیم. بایدامی زنده باشید. و از شرط پنجم خدمت رو درز بکنم که بحث اذن ولی پیش می آید. خیلی مبحث امروزه به خصوص مبحث خیلی به هر حال گسترده ای هستش که آیا ولی دختر به خصوص دختر اجازه و اذن ای ازدواج صادر میکنه یا خیر. به هر حال یک دختر او بحث شان و حرمت پدر هست که از او اجازه ازدواج میگیره. خیلی عرف زیبایی هم هست اتفاقا. حالا بحث حقوقش به یک قسم است که اذن ولی در قانون مدنی ما جایگاه چندانی ندارد، شاید به علت که ازدواج یک اصل یک امر کاملا شخصی است و دختری که به او رشد و او عقل کامل رسیده و سن قانونی هم داره، البته این تکلیف خودم میدانه، این امری که به منفعت خود باشه را تشخیص میده. لذا قانون مدنی در ماده 75 بعد این داره که اگر که دختر عاقله و رشیده باشد نیاز به اذن ولی خود ندارد. اما به صورت کلی چی از لازم شرعی؟ علاوه شرعی و قانونهای دیگه این داریم که دختری که بخصوص بس فقیش خیلی پیش میآید. ما در از نظرات مراجع محترم و از امارات الهی سیستانی یه داریم که چنانچه دختر باکره باشد، چنانچه دختر باکره یعنی قبلا ازدواج نکرده باشد یا به هر طریق دیگری او بکارتش زایل نشده باشد، ای چنانچه تصدی امور خود بوده ندارد، یعنی او عقل معاش کافی نداره، به او رشد از عقل نرسیده، ای لازم است که از ولی خیش اذن بگیرد، یعنی الزام است. یعنی حتی اگر که مثلا از سن خود از سی هم رد کرده باشه باز هم حتی سن باید از ولی خود اذن بگیره، رد شده باشه از ولی اذن بگیره. یعنی ما در فقه خود بحث بکارت داریم، چیزی که در قانون ما نیست. بله. لذا اگر دختر باکره باشد و توانای تصدی امور خود نداشته باشه که باید اذن بگیره و چنانچه توانای تصدی امور خیش داشته باشه احتیاط است که اذن ولی خود داشته باشه. اگر باز اتفاق بیفته که نمی دختر بگه که با توان تصدی امور خود دارم اداشی باشه و ولیش پدرش یا پدر کلانش بگه که نه این دختر این توانایی را نداره نمیتونه و اختلاف ایجاد شد، دختر خواست با یک نفر ازدواج کنه، پدر و پدر کلان مانع ازدواج شدن، در این صورت حرف کدام حق است؟ مورد خیلی جالبی است. یک مدت قبل ما داشتیم یک دختر 29 ساله‌ای که خواهان ازدواج با یک فردی بود و اون فردم ظاهرا یک انسان خیلی شریف و توانمندی بوده که زندگی را میتونسته مدیریت بکنه. این دختر پیگیری کرد. حالا بی رویش به این صورت هست که دختر محکمه مراجعه میکنه، او فردی که تقاضای ازدواج با او رو داره معرفی میکنه، معرفی کامل. بله. و اون مبلغ مهریه و شیربه هایی که بینشان مقرر شده رو عنوان میکنه. محکمه در صورتی که ببینه این ازدواج به نفع دختر است، رأی به صدور ازدواج رأی صادر میکنه و ازدواجشان صورت میگیره و نیازی هم به اذن ولیش نیست. یعنی از طریق محکمه این کار باید پیگیری کنن اگر یک باید از طریق محکمه و قانونی باشد. بله. و در خصوص ولی هم این نکته عرض بکنم که ولی پدر دختر اطلاق میشه و پدر کلان پدریش نه مادریش. و اگر که پدر کلان و پدر در قید حیات نباشند، مفقود باشند و در دسترس نباشند به هیچ صورت، به طور کلی دختر نیاز به اذن ندارد. یعنی باز مادر دختر نمیتونه بگه که من ولی هستم حتی اگر که تمام خرج و مخارج دختر به دست مادرش باشه؟ به طور کلی خیر. فقط پدر و پدر کلان. مادر بس هزانت دارد که او در مجالس آینده انشاءالله عرض میکنم هزانت به چه معناست، اما بس ولایت صرفا به دست پدر و پدر کلان پدری است. شرایط خاصی چی در حقوق یا چه در فقه برای افراد خاص وجود نداره؟ مثلا یک به ویژه در مسئله شرعی ایجاد میشه که مثلا یک نفر سن مثلا 12 باشه 10 باشه و پدر و پدر کلان نداشته باشه، نمی نفر به دست خود است؟ شرایط خاص به صورت
متوجه سوال شما خیلی واضح نشدم. دختر سنش بسیار کم باشه، مثلا از لحاظ شرعی به سن شرعی ازدواج رسیده باشه، به سن قانونی نرسیده، مثلا 10 سال است یا 9 سال است که از لحاظ شرعی به سن شرعی رسیده. این همین نفر نه پدر داره و نه پدر کلان داره، آیا از لحاظ شرعی کاملا به دست خودش است؟ یعنی مادرش هیچ اختیار به سرش نداره؟ نه، از آنجا که این سن قانونیش نداره، از این منظر باید محکمه مراجعه بکنه. حالا یا خود یا کسی که تحت سرپرستی هست ایره باید راهنمایی بکنه، از محکمه اذن بگیره. بله بله. در حدود 4 دقیقه فرصت داریم، اگر که یک جنبنده میخواید یا کدام مبحث، در خدمت شما هست. سلامت باشید. شرط ششم خدمت شما عرض بکنم، بس شهادت هست. یعنی وقتی عقد نکاح صورت میگیره آیا شاهدی لازم است که باشد یا خیر؟ اینجا اختلاف نظر هست بین فقه ما، اختلاف نظر هست، کما اینکه پایه و اساس قانون مدنی کشور ما را غالبا فقه حنفی شامل میشه. در اونجا داریم که در هنگام انعقاد عقد نکاح حضور دو شاهد لازم است، حضور دو شاهد لازم است، اما خب در فقه اهل تشیع ما این را نداریم. این در احوال شخصی اهل تشیع در قانون ذکر شده که نیازی به شهود نیست. نیاز به شهود نیست، هیچ نیازی نیست، اما خب در قانون مدنی ما این هست که عقد ازدواج بدون حضور دو شاهد صورت نمیگیرد. این مسئله قابل بیان هست که متوجه باشیم عقد صورت بگیره که شهود در اونجا حاضر باشند. یعنی خانم بلخی بزرگوار، اگر چنین عقد صورت بگیره و هیچ شاهدی هم نباشه، باز یکی از طرفین عقد ادعا بکنه بگویی که عقد اتفاق نیفتاده، اون نفر مقابل هیچ راهی برای اثباتش نداره از لحاظ قانونی؟ از لحاظ قانونی راه برای اثبات ازدواج به چند صورت است. اولا اقرار طرفین. حالا اگر طرفین اقرار به ازدواج نکنند و منکر ازدواج خود باشند، شاهد ما عرض کردم که حضورش الزامی ندارد، اما خب ما میبینیم که ازدواج در حضور فامیل و اقران صورت میگیرد و قطعا شهودی هست. حال اگر هیچ شاهدی نباشد، از طریق آثار او، مثلا دو طرف پس از عقد یا مدتی پس از عقد در بازار دیده شدند یا در خانه مشترک دیده شدند، این آثار ازدواج از این طریق میتونه که یک استشهاد محلی جمع بکنه، مکتوب بکنه، به محکمه ارائه بده و ازدواج خود اثبات بکنه. و اگر هیچ مدرکی نباشه، ممکنه واقعا هیچ نشانه ای نباشه، از طریق بدن شخص جسمانی یک سری معاینات پزشکی صورت میگیره که به هر حال ارتباط بین دو فرد برقرار شدن، امکان اثباتش میباشد. از طریق یک وکیل مدافع قوی امکان پیگیری مسئله و ثبت ازدواج امکان دارد. بله بله. بسیار بسیار تشکر میکنم از شما خانم بلخی بزرگوار، بسیار عالی بود. انشاءالله که باز در قسمت های آینده در خدمت شما هستیم. اگر که باز احساس میکنید کدام نکته باقی مون در حد 30 ثانیه اگر که جمع بندی بفرمایید، در خدمت شما هست. سلامت باشید. نکته قابل توجهی که بخوام عرض بکنم نیست، اما خب تقسیم بندی ازدواج به عقد به ازدواج دائم و موقت هم مسئله است که افرادی که خواهان ازدواج موقت هستند به قوانین خیش مراجعه بکنند و آنهایی که خواهان ازدواج دائم هستند شرایطی که ما عرض کردیم ویژه عقد دائم باشه. بله، پس ازدواج موقت شرایط خاص خود داره که انشاءالله در برنامه آینده اگر اگر لازم باشد در خدمتتون هستم. تشکر از شما، بسیار بسیار استفاده کردیم. از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم. تا این لحظه بیننده برنامه خودتان، برنامه خانواده آگاه بودید. بمبر کارشناس محترم برنامه خانم بلخی بزرگوار، از حضور شما مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید.